خبرگزاران بعدی آقای جلال پور صادقی هستند، بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر با موضوع حق آزادی بیان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و دوستان عزیزم در اتاق پالتاک، من هم امروز ببخشید اول عذرخواهی میکنم بابت اینکه صدام گرفته، نمیتونم شاید خیلی بلند و رسا صحبت کنم. من هم امروز در خصوص ماده 19، بررسی ماده 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستم. آزادی عقیده و آزادی بیان دو موضوعی است که از حقوق اساسی و بنیادین بشر شمارده میشوند. درباره آزادی عقیده گفته شده است، آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر فکری اهم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که میپسندد و یا آن را عین حقیقت میپندارد آزادانه انتخاب کند بی آنکه مواجه با نگرانی یا بیم و یا تجاوزی بشود. در این تفسیر از آزادی عقیده، عقیده به فکر تفسیر شده است. چنین تفسیری هرچند به شکل مسامحه‌آمیز قابل قبول است، ولی نباید از تفاوت عقیده و فکر غافل گردیم، زیرا فکر نمایانگر یک تلاش عقلانی در بشر است که از خصلت حقیقت جویی در انسان سرچشمه میگیرد، ولی عقیده ملازمه‌ای با فکر ندارد و چه بسا باستابی از آداب و رسوم اجتماعی و یا سنت‌های فرهنگی است که به جان انسان گره خورده و گاه حتی امکان فکر کردن از انسان را هم سلب می‌کند. روشن است که عقیده بخشی از شخصیت درونی انسان را تشکیل می‌دهد و هیچ قدرت بیرونی نمیتواند درباره بود یا نبود عقیده و یا تغییر و دگرگونی آن تصمیم گیری نموده و آن را به اجرا گذارد. قدرت دولت‌ها هرگز از سلطه بر رفتارهای انسان فراتر نمی‌رود و فقط میتواند نمادهای ظاهری یک عقیده را تحت کنترل خود درآورده و یا انسان را به نمادهای خاص از یک عقیده وادار سازد. از این رو بحث آزادی عقیده ذاتاً موضوعی غیر حقوقی است و از آن به عنوان یک حق طبیعی یاد می شود. در حقیقت آزادی عقیده بیشتر ناظر به آن است که شهروندان در اثر ظهور و بروز عقیده‌ای که انتخاب کرده اند با نگرانی و آزار روبرو نشوند، نه آنکه قلمرو پنهان وجودی انسان که راهی برای نفوذ به آن وجود ندارد در حقوق مورد بحث قرار گیرد. از همین روست که در بسیاری از اسناد حقوقی آزادی عقیده و بیان به شکل توأم بیان شده و از آن به عنوان یک حق یاد می شود. روایت طنزآلودی در بین مردم رایج است که می گویند در ایران آزادی بیان وجود دارد، اما آزادی پس از بیان نه. مفهوم آزادی بیان و حدود و قصور آن نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده است. این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری میتوان تعیین کرد تا سالها بلا تکلیف بود، تا زمانی که انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر کمتر منبعی برای تبیین محتوا و یا اسناد آن وجود داشت. بر اساس ماده 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. لیکن در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آن که ضامن آزادی بیان باشد حد و مرزی برای آن تعیین کرده است. بر اساس این اصل نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون مخل به مبانی اسلام بودن مسئله است که ممکن است هر اظهار نظری را شامل شود. در روزهای گذشته پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار در گزارش خود به جای استفاده از شهادت امام حسین از عبارت درگذشت امام حسین استفاده کرده بود و همین امر به بازداشت او انجامید. مدتی قبل از آن امیر حسین میر اسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتاک بازداشت شده بود. آزادی بیان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حتی با در نظر گرفتن نوعی نسبی‌گرایی فرهنگی باز هم در وضعیت نگران کننده‌ای به سر می‌برد. هرچند بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی در جهان
کشورهای بسیاری از جمله همسایگان ایران اغلب در رده کشورهای غیر آزاد جا می‌گیرند. اما بر اساس همین گزارش وضعیت ایران در شاخص‌های آزادی حتی در مقایسه با افغانستان، عراق و ترکیه نیز به مراتب بدتر است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق فردی است که تحت ستم واقع است. اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سوی آزادی بیان را وزن نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه خاص می‌نماید. بیان در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هرچند غیر قابل کنترل می‌باشد، اما به یک معنی این سرکوب پس از بیان است که می‌تواند آن را محدود نماید و حق آزادی بیان را نقض کند. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقی می‌شود، بدین معنی که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان حق آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد که خود تکامل یافته حقوق قوانین طبیعی است. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ابعاد مختلف دارد. یکی از جوانب سیاسی موضوع این است که حکومت‌ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند و دیگری مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشه مشکل در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و آزادی بیان را با دو مفهوم محدود می‌سازد. این دو مفهوم عبارتند از موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و این دو مفهوم در ارتباط با اصل ولایت فقیه مطرح می‌شوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر، ولی نمایندگان مردم چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند که این مرجع نیز مشروعیتش آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه از مسئولین قابل مقایسه نیست، بلکه همچنان هیچ نماینده مجلسی حق ندارد صحبتی بکند که سوژه‌اش ولی فقیه باشد و همه حتی شخص رئیس جمهور نیز باید بدون هیچ گونه قید و شرطی از او اطاعت بکنند. در قانون مطبوعات ایران یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسائل مختلف زندگی را می‌دهد، ولی در بخش حدود که نبایدها را به خبرنگاران می‌گوید خط قرمزها آنچنان پهن است که آن حقوقی را که در قانون آمده تحت شعاع خود قرار می‌دهد. برای مثال می‌بینیم که در ماه 6 که به خبرنگاران در ماده 6 عذرخواهی می‌کنم که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را می‌دهد، چند خط بعد توسط محدودیت‌های خود این قانون دوباره نفی می‌شود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته، اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان‌های سرکوب یعنی پلیس و پلیس امنیت اجازه سرکوب را می‌دهد. قانون در ایران عملاً ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین‌المللی در این مورد مغایرت دارد. می‌بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تأییدی بر این موارد می‌زنند، به طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشی سالیانه از وضعیت آزادی بیان در سال 2018 را منتشر می‌کند. در سال 2018 در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، روبوده شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رژیم‌های غیر دموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از حقوق بدیهی خود می‌دانند. برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک که مقام 149 و پاکستان 151 را دارند، کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تهدیدها هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیده است. در سومالی با مقام 164 وضعیت روزنامه‌نگاران از 20 سال پیش همچنان وخیم‌تر است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام 175 قرار گرفته است، یعنی چهارم کشور از پایین جدول. در ایران قوانین و دستورالعمل‌های چون مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شوند.
همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون موارد 610، 618 و 510 قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی را در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. حتی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در سال 2004 وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد، هرچند که روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است. تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست، ولی به گفته گروه‌های مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آن را سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامعه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد، باز هم یک حق است و هیچ قدرتی نمیتواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تأکید و تصریح مضاعف است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق نفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود، نمیتوان آن را از شهروندان دریغ داشت. آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان‌ها در عالم درون خیش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده‌ای را دارند و هیچ حکومتی نمی‌تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن‌ترین حکومت‌ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد، اما آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه‌ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست، زیرا ممکن است بیان عقیده ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه‌های آن باشد. اگر افراد یا گروه‌های جرأت و شهامت ابراز عقیده و نظرات خیش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه‌ها آن را اعلام نمودند، مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می‌شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود، نه یک امتیاز، و این نکته ای است که در ماده 19 اعلامیه بدان تصریح شده و به جای هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد میگوید هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی‌معنا می‌کند. ذکر تمام مثال‌ها خارج از حوصله این مقاله کوتاه است، اما فراموش نمی‌کنیم که یک روز دستورالعملی برای مطبوعات صادر می‌شود که حق بحث درباره مذاکره با آمریکا را ندارند و تهدید به برخورد می‌شوند. یک روز دستور داده می‌شود درباره متهمان موسوم به اراذل اوباش نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازند و مطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند، و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند، و روزی دیگر دستوری دیگر که ذکر همه آنها نیازمند فهرستی بلندتر می باشد. پرواضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه می زند، آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه‌ای که تمام گروه ها، احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن، باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکراتیک را گذاشت. با تشکر از اینکه به گفتای من گوش کردین. مرسی. مثلا خیلی کامل بود و مقدارش هم از ماده 18 چسبید. آخه با همون 18 بود. آره دقیقا میدونم، به خاطر همین گفتم. خیلی جالب بود مطالب. مرسی من. دوست دارم یه صحبتی دارید راجع به این موضوع. بلند ها. چند خط اولتون خیلی درست بود، اینکه آزادی بیان وجود داره در ایران ولی آزادی پس از آزادی بیان وجود نداره، بخاطر اینکه خود قانون میاد آدم‌ها رو محدود میکنه. مثلا ما تو دانشگاهمون یه سکو داشتیم که دانشجو آزاد بود، تونست بره صحبت بکنه اگه اعتراضی داره، اگه حرفی داره، ولی در واقع نه ما میتونستیم به خود سیستم دانشگاه اعتماد هم راجع به مثلا حراست دانشگاه اعتراض بکنیم، هم نمیتونستیم راجع به اون فاتحی که دم در وای میساد و مثلا به مانتو اینا گیر میداد، نمیتونستیم به اون اعتراض بکنیم، نمیتونستیم به اون مثلا روحانی آخوندهایی که میآورده راجع به احکام و چون تو ایران راجع به همه چیز و احکام صحبت میکنن، یعنی مثلا فلسفه و دین، مثلا سیاست و دین، همش با دین هست، اجتماعی و دین، مثلا علوم اجتماعی و دین، همه چیز با دین.
نمیتونستیم به اون اعتراض کنیم، چه برسه به حرفای سیاسی، چون اصلا ما که سواد سیاسی نداشتیم راجع به حرفای سیاسی و اینا حرف بزنیم. ولی در رابطه با موضوع آزادی بیان، یکی از دلایلی که من خودم به آقای حسن‌زاده میگفتم که بیایم یه کار تحقیقاتی انجام بدیم راجع به تاریخ شکل‌گیری حکومت‌های ایران، دقیقاً همین بود که وقتی میگیم مثلا در طول تاریخ در ایران هیچ حکومتی تشکیل نشده که استبدادی نباشه یا آزادی بیان رو بیاره یا مردم مثلا مرفه باشن. مثلا فیلم های مهران مدیری که دلیلی که مثلا من خیلی نگاه میکنم، مهران مدیری دقیقا همینه، فیلم شبهای برره، فیلم شبهای برره زمان رضاخان رو داره توصیف میکنه که یک روزنامه نگار اومده گفته، یه جدول اومده نوشته، خیلی خیلی مهمه، یه جدول اومده، جدول روزنامه اومده طرح کرده، پایتخت روسیه نوشته کجاست؟ نوشته مسکو، جوابش میشه مسکو. بعد اومدن زندانش کردن که گفتن که چرا، یا اومدنش اعتراض کردن که تو اگر ریگی به کفشت نباشه پایتخت کشور مثلا مسکو رو نمی‌نویسی، مثلا روسیه رو نمی‌نویسی، چرا کشور همسایه ننوشتی؟ و حتی در طول تاریخ از زمان بعد، از زمان ظهور اسلام و اینکه دین اسلام اومد به ایران و ایران در واقع اسلام رو پذیرفت، قبل از شیعه، یعنی قبل از صفوی، هر حاکمی که اطرافیانش دینی برخلاف اسلام داشتن ما رو میکشت. مثلا پسر محمود غزنوی به نام مسعود غزنوی، وزیر خودش رو که اسمش بهش میگفتن حسن که وزیر، اونو میکشه به خاطر اینکه دین باطنیان داشته و اتفاقا آدم خیلی ایمانداری هم بود، ولی به خاطر اینکه باطنیان یه فرقه از سنی بود، اون موقع هم ایران دین سنت رو داشت، مثلا سنی رو داشت، میاد میکشه به خاطر اینکه مثلا دینی خلاف دین حاکم رو داشت، خلاف نظر حاکم. برای همینه که نظر حاکم اساسا خیلی مهمه. دیروز هم یه ویدیوهایی دیدم از کشور عربستان که حاکم عربستان مثل اینکه این پسر جوانشون در واقع پادشاه شده، خیلی آزادی دادن به زن و دیگر، یک سالی هست که زن ها میتونن گواهی نامه بگیرن و این به خاطر، بعد از مردمش رفته و مصاحبه کرده بود یه آمریکایی، بهش گفته بود که چرا الان این اتفاق افتاده، میگه قبلا نمیتونستم دوست دختر داشته باشم یا مثلا با زنم یا دوست دخترم بیام تو رستوران یا مثلا تو خیابون دست همدیگه رو بگیریم، ولی الان میشه به خاطر، گفت چرا الان، فکر کنم چرا الان میشه، گفت به خاطر اینکه الان یه پادشاه قدرت، الان مثلا قدرت پادشاه قدرتمند این اجازه رو داده، یعنی که مثلا قدرت اون حاکم خیلی مهمه که چه نظری داشته باشه. برای همین مثلا من خودم همیشه یه بار با شفایی گفتم، گفتم مثلا میشدم انقلاب بشه، مثلا نه نظر من میدونم از انقلاب هم بشه، ولی خامنه‌ای بیاد ببین که به جای دشمنی با آمریکا مثلا ما دوست آمریکا بشیم، ولی خب انقلاب هم باشه، آره حاکم هم میبود، رهبر هم میشد مثلا، ولی آزادی بیان به وجود میامد و یه حکومت دیگه شکل میگیرد. برای همین خاطر این نظر مدرد اسلامی هایی که قاطی شد دیگه اونا رو نمیتونستم بپذیرم. خب ممنونم از شما دیگه. سم. کسی دیگه اگه صحبت داره عدد پنج بذاره از اتاق پارتاک هم، اگر نه که سخنان بعدی.